سلام هموطنان عزیز، وقتتان بخیر. به یکی از دیگر ویدیوهای من خوش آمدید. دوستان عزیز، تقریبا یک 3-4 روز پیش که در مرز افغانستان و ایران در نیمروز که در اونجا بین طالبا و سربازان ایرانی جنگ اتفاق افتید، در اونجا هموطنان عزیز ما هیچ کس خوش نیلده که در بین دو همسایه جنگ شد. خب بازم در بین الیا جنگ شد. خب شما فهمیدین که جمهور ایران آمد اختار داد افغانستان و بخاطر عقابه و غیره گپا هموطنان عزیز و در بین الیا جنگ شد. در نیمروز و از اون طرف هم یک سرباز ایرانی تلف شد و از طرف طالبان. هموطنان عزیز، از طرف طالبان را خواهی میکرد که از بین رفت. در بایدی که خبر زیاده که نفهمیدین، فقط گفتن همه قدر از بین رفته، اما از سرباز ایرانی که از بین رفته ویدیوهای در سوشال میدیا آمده. تقریبا هموطنان عزیز، این ویدیو رو که شما در اینجا میبینید، بر شما دید در صفحه تلگرام خودم هم با آوازش بر شما پلی میکنه، بر شما میپردم در صفحه تلگرام خود، در اون شما هم میتونید که رو برین ببینید. و اینمی سرباز ایرانی که هموطنان عزیز اینمی جا از بین کرد در مرز ایران با طالبا و طالبا از بینش بردن، این بسیار به یک مراسم ویژه، به یک مراسم خاص از رهبران خود از ایران، از کسایشون که در نظامی هایشون هست آمده بودن، بسیار به اترامانه ای را بردن دفن کردن. و ویدیوش شما هم میتونید که برین در تلگرام ببینین و در اونجا شما من اضافهش میکنم. این امین قم هموطنان عزیز، اینال به من در اینجا که از سرباز از دگلدم طالبان، گروه طالبان فردشان رو بگیریم و مرموم که از بین رفت، اینجا شما عکس چه میبینید، از این آدم کدام خبر نشد، اما قد از سوشال میدیا آمد که از بین رفت. هنال هموطنان عزیز، ایره خوشمو میفهمین که در افغانستان ما اینمی طالبا یک گروه های دارن که فدایی ها، این فدایی ها نه فامیل دارن، من از درم از خواهد نه کدام کس دگه دارن، نه خانم دارن، نه چیز نداری، یا فقط فدایی های ملا یعقوب، فدایی های طالبا هست، یا فقط از بین هم کبرن، یا رو فکر کنم میرن اگجای دفن میگنن و میگن شما رفتن پیش اروپایی. به نظر من این خاطر که من چیزا رو شنیدیم زیادتر دیگه. سرباز ایرانی خودن شما برین ویدیویش رو ببینین که اونم باز بین رفت، ببینین که دولت چون برش یک مراسم ویژه گرفت و فامیل هم داشت، شاید خانم هم داشته باشه و دا شما در ویدیو ببینین بسیار گپای دیگه است. و ما تا لیل موضوع میگذن شما حتما نظریتون نشته کریم و ما عمیق نظر شخصی خود خودم از خودم میگم، ما خوش نیلتم هموطنان عزیز چی از اون طرف از بین برد چه لید طرف اید، باید این جنگ صورت نگیره، همه کشورها باید آرام باشه. این همی یک آرزوی ما تا در انسان، این یک آرزوی شد طرف دار جنگ هیچ انسان نیلتم. و هموطنان عزیز، یک ویدیوی دیگر که بر شما نال ما میخواییم نشر کنم از خود طالبان است. طالبان در ولایت غزنی و در چندین ولایت های دیگه یک فرمان جدید آوردن که ویدیوشون نال بر شما نشر میکنم، که افغانستان انترنشنال هم رو نشر کردم. هموطنان عزیز، طالبان بعد از از بچه ها باشه، از خانم ها باشه، از لباس ها، پتلون که پنجابی باشه، مویای خود بگیرن، بغلایشان که جور کنن مثل لگمیال مرا میبینین شما، این امین رقم استایل ها و چیزا که هر رقم که باشه بلدی بازداشت میشن. اگر در افغانستان شما هستین این رقم استایل میدنین یا هر رقم که لباس میپوشین، نیرل لباس های نیم قوله، هر چیزی که بپوشین خصوصا در ولایت غزنی بازداشت میشین. این رو من نمیگم نال ما بسته بود، بر شما ویدیو رو نشان میدم و نظریتون شما در پایین کمنت نشته کنین، شما ویدیو رو ببینین. خواهران محترم، اگر جا هست، اگر نه، از طریق شما به همه فامیل و همه ملت جاغوری میرسانیم که باید از بدحجابی پرهیز کند، از این اجتناب کند. بدانید لباس ترکی، لباس تنگ و ترش، لباس پنجابی، لباس خیر دامن کوتاه که بعض مخاهرات این لباس افغانی می پوشه و خیر دامن کوتاه، همچنان لباس دو دامنی از فرهنگ ما نیست. از این به بعد هر خواهری اگر همین لباس استفاده می کنه، اونها مجرم هستند و مجرم در حقیقت پدر و برادر هستند. پدر و برادر باید گرفتار شونه، اونها باید مجازات شونه تا که مسئولیت خود را درک کنند، تا که از مسئولیت خود دفاع کنند. برادران عزیز، از خانقاه فضلون دیگه بس، بخیری روز امروز است که شما باید از خانقاه فضلون استفاده نکنید. از این جا برای شما میگویم، اگر نه همه مجاهدین را وظیفه میدیم که اگر تو بودی تو ما دیدین. هموطنان عزیز، اینال یک گپ جدید دیگه هم آمد که من شیندم اما زیاد جالب خورد. شما خب با چهره علاگل مجاهد آشنا هستین که علاگل مجاهد کی هستن؟ علاگل مجاهد تقریبا که طالبا حکومتشون نه اومدن یا افغانستان فرار نکرد و شما اینجا که ویدیوگاه که میبینین بسیار به یک طریقه دیگه ایره گرفتن طالبا و در موتر شاندن در دیل سبت از خانهش کشیدن، ایره قفاق دادن، لنگیش انداختن دیگه، موضوعات شما رو خود دیدین.
شنیدین خود شما بسیار ویدیوهای خنددار چیزا سر یادم جور شد، به اندازه یادم رشخن شد که در من بر شما میگم که در بین سیاست مداران افغانستان که در حکومت پیشین در جمهوریت بودن بسیاری هاشون فرار کردن، گریختن، کشیدن خود از کشور، که بسیاری هاشون تمامشان این یک تیداشون که ماند نمای طالبا بیحت کردن، اینی می آدم که مان بیچاره یا میخواست بگیره در یک رقم خود بکشه خود در گیر طالبا افتید ایره به یک رقم رو زنن که ایران بانیم بسیار خنددارم بود و این آدم بود که همیشه چی میکرد؟ زورگویی میکرد و همیشه میگفت که من تمام مردم ده سبز مسلم میکنم، من این کار رو میکنم، اون کار میکنم، قدرت دارم، نظام خراب میکنم. روز که طالبا آمد شما خودید این نگه والدت شید آجت نیل بگفتنش که دیگه من بر شما بگم حالی ای آدم بر شما خلاصه گپ بزنم. ای آدم در ایران در تهران رفته در سفارت افغانستان با طالبا دیدار کرده و پس میخواه که در افغانستان بازگشت کنه بیایم. هموطنان لیل دیگه ببینیم که چی میشه. فکر کنم ترکیه هم رفت، ایران هم از طالب فکر کنم پیسهش خلاص شده بچم چی بیایم در دیسب جای بسیار خوب خانه و چیزا دارم. فکر ویدیو شده یوتیوب دیده بودم بسیار خانه در مدت تایید هم قبر خدا و خود یادم جور کرده. میبینه علا گل مجاید و خود قبر شخصی داره که بمره در اون قبر گفتم را دفن کنه. قبر خواهم چار دو بغلش یک تاج محل وری جور کردید یا برتون بگم. شما میدونین برین ویدیوش در یوتیوب سرچ کنین خانه علاگل مجاهد به فارسی سرچ کنین بر شما می یکی از یوتیوبران افغانستان رفته بود اونجا ویدیوش گرفته بود که حیران مانه که چه رقم آدم است. این می رقم همتان دید یکی از رهبران طالبا گفته افغانایی که ماجرایی که در کشورهای اروپایی، جرمنی، کانادا، امریکا و غیره کشورها که هستند یار گفته کشورها از امو حکومت ها مردمش یعنی حکومت از امو کشور مثلا جرمنی رو بر شما بگم در این مردم اجازه نمیده افغانای ما رو که پس افغانستان بین گپ جالب داده به اندازه گپ جالب هم. شما خودتان فکر کنید که یعنی حکومت جرمنی مردم افغانستان که ماجر هستند اونجا وار اجازه نمیده که پس افغانستان بین ای مرد نست به خود مردم افغانستان میخواین این امیل از افغانستان بیرون برن برن در دیگه کشورها برن و این گپ سرچپه داده. این ملاس های فکر کنم نشه بوده نسوار خود نوزده بوده یا کدام کار نکده بود یادم هم خیلی گنگ سوده میگه گپ زدن خود غلط گفته دوار نمیمانه این اجازه بتنی افغانستان بگن تمام مجنین افغانستان خوش هستن که پل در افغانستان به زندگی کنن خواهی اجازه نمیده خارجی ها متاسفانه اجازه نمیده یعنی کلشان می آمدن. این امیر قم همتان زیز موضوع خوب بسیار زیاد در افغانستان شما حتما نظریاتتان رو نشته کنین و بر شما یک از آخرام یک ویدیو از نستو نادری ره که من تقریبا یک دو هفته پیش هم سرش ویدیو جور کرده بودم گفته بودم که گپای دیر زیاد جدی نگیرین ای آدم که هست تکلیف اعصاب داره ای آدم نمیفهمه که امروز چی میگه صبح چی میگه هر روز یک کار دیگه میکنه تا دین از فتر آمد طالبا رو دول داد تا پری روز فتر میامد جبه مقامت داد اومده میره پشتیبانی ایران هم میگه دال پس تا ایران اختار میده ای آدم ازش گله نیست بر شما میگم تکلیف اعصاب داره شما بازم ویدیویش برین ببینین اینا من بر شما نشر میکنم ویدیویش احمدتنان دید شما حتما نظریات تونش ده کنین که از سرباز ایرانی رو که شما چی نظر دارین و در ولایت غزنی هم کنین گپای دگه شده من خواهد بر شما میگم که من مو سرباز افغان نفهمیم کنم و گروه طالبا مو سربازشانه بگه نگه همو چی شد سرنوشت از معلوم شد اما به من جالبیت خورد که ایران ببینید که نمیفهم من هموطنان دید درباره ایران قصر بازاش نمیفهم آیا به هر سرباز خود بدون جنگ که در افغانستان از بین بدون از او در دیگه جنگ هم که در کشورهای دیگه که میشن مثلا ما میفهم ایران در بسیاری کشورهای دیگه مداخله هم میکنه در اونجا سربازاشون از بین میره میرقم مراسم ها میگیره کسانی که در ایران اگه هستن میتونن نظری خود در پایین کمون نشته کنن که ما بفهمم من نمیفهم در بوری این مقصد ایره مدیدم که به ایرقم یک مراسم گرفتن یا کم نمایشی بود یا به واقع بر سرباز خود همه قسم میگیرن که در کام جنگ از بین بره شما حتما نشته کنین کمنت های دارم و بسیار زیاد تشکر کردید که ویدیو مرا دیدین لطفا چینل مرا سابسکرایب کرده و لایک کنین و این ویدیو را حتما به دوستانتان شیر کنین که دوستانتان هم آگاه شوه و مرا در سوشل میدیا هم میتونین که برای فالو کنین تمام لینکش در پایین دسکرپشن است و تشکر کردید که ویدیو مرا دیدین زنده باد افغانستان. دوستان عزیز ما در راستای مسائل امان گونه که آقای لمر پرهیز گفته وقت مسائل تمامیت ارضی به وجود می آید وقت جوانای سلحشور سرزمینمان می تانند که با سلحشوری سربلندانه وارد خاک سپاه شوند و سپاه پاسداران یکی پی دیگر پاسگاه های شب تسخیر بکنند مسئله که آقای شیرزاد مطرح کرد بسیار یک موضوع مهم و دقیق بود. بله پوکانه ایران دیگر کفید. ایران در 40 سال تمام تنها لاف زده بود بر کشورهای مختلف دنیا به اسرائیل، به امریکا، به کشورهای مختلف لاف زده بود و این مسئله را یادآور شده بود که بیادر گل ما زوردارترین هستیم، موشک داریم.
و میتونیم که اینها را خراب بکنیم. اسرائیل از جهاد ما تا اسرائیل ادامه داره، فلانی ما تا اینجا ادامه داره. و امروز افغانها و بچه های صدیق راستقامت این سرزمین وقتی بیرق سپاه پاسداران در حالت اعتزاز و بچه های افغان در پایین این بیرق و پاسگاهشان گرفته، باور کنین آبروی لاف زدن های ایران در سطح جهان صفر شد. میگه که مونگ سرخ پارزان مبنده و مونگ ده خاور بچیانیو او خاور لپاره چی کل چی ارخل کی بیا لمونگ نه خطرناک اطلان هم نشته. آقای وحید افغان خیلی خوش آمدین در لحظات پایانی. بفرمایید. سلام نادری صاحب قن، سلام عرض ادب به شما و به همه بینده های شما. نادری صاحب قن، در اول لایفتان صحبت از بعضی کسا بلاک شدن. بسیار یک خواهش دارم، اگر شما سرشان یک غور کنین، فکر کنین که یک عفو عمومی کنین اگر امکانش باشه، مو کسایی را که یعنی من براتون آقای وحید افغان، من صادقانه براتون قسم یاد میکنم، دوستان هم شاید متوجه باشن، زمانی که من در لایف میرم هیچ تمرکز بالای کامنت ها نمی کنم. شاید بسیار زیاد دوستا دشنام بتن، یک تعداد دوستا، اما یک زمانی که کامنت ها رو متوجه می شدم یک دی دشنام می دارم و متوجه هم بودن که با این دشنام دادن من احساسات می کنم. حالا من اون مسئله را تمام دوستای عزیز ما که بلاک شدن از طریق دوستای ارجمند مدیراتور ما بلاک شده باشن، ما که تمام اینا رو باز میکنم، هیچ مشکلی نیست مرد بزرگ. و اگر خودت میتونی باز کنی یا او تکس بله، چون که من امی یک خواهش دارم از همه دوستا میوت کنن، بلاک نکنن. بانین آزادی بیان است، نادری صاحبم با آزادی بیان یقین داره و هیچ وقت خود نادری صاحبم بلاک نمیکنه کسی را. میوت کنین هر کس که فاش میزنه، تربیه فامیلی خود نشان میده و هر چیز که میگه. نادری صاحب شما خودتان هم باز یک دفعه سر غور کنین، فکر کنین شما هم میتونین و برین ببینین که، چون که بعضی کسا سابق مدیراتور بودن دشمنی شخصی خود می کشیدن، که یک نفر دشمنی شخصی داشتن باز می آمدن بلاک می کردن. خب باز من از می خاطر یک موضوع را یاد کردم دیگه، باز کار شماستک. بسیار موضوع عالی و همه جانبه ایره، حتما صرف باید کار بکنیم. هیچ دوستی نباید که اموهایی که دشنام میتن نباید بلاک شوند. و او تک صاحب ورور که تاسو دلتا یاستی، او تک صاحب زمون مشر دی، او تک صاحب زمون کلک اندیوال او کلک ملگری دی. زغوارم چی لک او تک صاحب نه چی دیدی پاکلا بغاو کی تاسو او تک صاحب شما و آقای او تک میتا که بلاکار باز بکنید. تشکر خداحافظ. مدیراتوران این صفحه، البته باید بگویم که دو تن بیشتر در صفحه ما بحیث مدیراتورهای اکتیو اوتک صاحب و آقای وحید افغان هستند و بعد از این دوستایی که اگر بلاک شده بودن کوشش میکنیم که دیگر دوست بلاک نمونه. ما گفته ما میخوایم با این ایره به ایرونی ها میخوانم و باز دوستان مقاومتی باز به دوستان سپاهیانشان ترجمه کنن، اگر کدام نفری که تانست باز ترجمه کنن ایره میخوانم، مقاومتی ها باز به سپاهی ها ترجمه کنن. زیم زمری پرده نرای لما اتل نشته، بل پزابل نشته، په هند و سند و پر تخار او پر کابل نشته، لما اتل نشته. شب خوش.